مادر نیکا باید بشن شاکرمی، مادر مهسا باید بشن امینی، برادرشون دایره به دست با موسیقی میرن سر خاکش. گردهای ما سرزمین دلیر آریایی گردستان همیشه همینطور بوده، در سوک یاران موسیقی و آواز هست. اینا ببینید شما آواز هست، عزا نیست، عزا مال تازیه بوده و هست. این رژیم اینقدر داغون شده، شما به چی بند کردید؟ از چی میترسید؟ از چی میترسید؟ حجاب تموم شد، حجاب این نشان صحراگردی تازی تموم شد، هیچ کس دیگه به سرش نمیکنه توی ایران. حالا سینما میخوان فردا را ندن، مترو را ندن، دم موزه را ندن، اونجا بزنید اینا رو، یه نفر که بیشتر نیست، یک الاغ رو اونجا گذاشتن که شما رو اجبارتون کنه که روسری سرت کنی که وارد مترو بشی، 8 نفره برسید لطو پارش کنی، خونینش کنید. همینا میترسن میرن. چون الان اینو من به شما بگم، اینو من به شما قاطع میگم، نیروهای انتظامی با شماست، نیروهای امنیتی بسیارشون با شماست. این 4 تا 5 حرامزاده که میبینید اینور اونور هستن، اینها بیگانن، تازیان، اینها تازیان بیگانه هستن که هر روز میخوان ایرانی رو بدتر از دیروز کنن، منفورتر از دیروزش کنن و این بلا رو سرش بیارن به نام دین و پیغمبر و شما اصلا همه اینا رو بیخشو بزنید، بگه اصلا من مسلمان نیستم. اکس مسلمان در دنیا الان کولاک میکنه، برید روی اینترنت ببینید اکس مسلمان، مسلمانان سابق، میگه اصلا من مسلمان نیستم. چی میگی؟ من زرتشتیم، روسری سرم نمیکنم. من ارمنیم، روسری سرم نمیکنم. من بهاییم، بهایی که بنده خدا دارن میکشن، اذیتشون میکنن، بهایی که بهایی کردن سیر فشاری که الان مقاومت که بهاییان میکنه که هیچ کدوم از شما نمیکنید که. همه انسانهای نابغه نخبه، چون استعمار و این تازیا نمیخوان ما نخبه و نابغه داشته باشیم، اینا میگن یکی یکی از بین میبرن، زندان، شکنجه، قتل عام. به هوش باشید، به پا خیزید، بگید ما آریایی هستیم، ما ایرانی هستیم، ما تازی نیستیم. اونی که جلوی توری میگیره دم مترو، دم فلان، اون زنه پیرپاتال چغندر خالصوسیه که میاد تو رو میخواد زور کنه، زر میزنه تو متری، باید 20 نفر اولاق ها بریزید رو سرش، زن و مرد بزنیدش. وقتی اینا کتک بخورن که دیگه نمیان از غلط های تازی بکنن سرزمین ما. شما ببین خود عربستان سعودی کجاست؟ وقت عربستان سعودی صحراگردان در فضا ملاها در خلا. جدید سعودی ها مکعبی است که 400 متر ارتفاع دارد و وسعت آن به 2 کیلومتر میرسد و قرار است با هوش مصنوعی و متاورس دروازه ورود بشر به دنیای جدید باشد. عربستان میخواهد در این آسمان خراج مراکز مختلفی از جمله هتل تا ساختمانهای تجاری و تفریحی را در آن بگنجاند. بر اساس خبرهای منتشر شده به نظر میرسد که طراحی داخل مکعب چیزی شبیه به یک جهان واقعیت مجازی خواهد بود. این تجربه فراگیر اجازه میدهد وقتی پا به داخل این ساختمان می‌گذارید بتوانید فضایی مثل مریخ یا درون اقیانوس‌ها را تجربه کنید. این پروژه که شباهت آن به کعبه بی علت نیست، قرار است در مرکز شهر ریاض قرار بگیرد و این پروژه تا سال 2030 به بهره برداری می‌رسد. پایوران نظام خود ولایت فقیه دیگه قبولش ندارن. این یه آقایی به نام مهدی نصیری، ایشون نماینده ولی فقیه بوده توی کیهان، بعدم با مسعود دهنمکی کار میکرد، بعدم یک نشریه اینا در میوردن که اینقدر فاشیستی و فالانجی بود و سالهای قدیم که بیا ببین آقا این آدم ببین چجور ترتیب رهبرش میده، میگه همه این بدبختی مالی رهبره. چون چرا میگه اینا؟ چون میدونه رهبر مرده، میدونه که یک عروسک کامپیوتریه که توسط روسیه داره اداره میشه. روسیه یک عروسک اونجا گذاشته شبیه او هم هست، بعد از چند میاد یه نطقی میکنه و میره. اینا همه میدونن، اینا نزدیک بودن به خامنه ای، میشناسن، میدونن روسیه توی ایران داره حکومت میکنه، قتل عام، کشتار. برای همین بسیاری از در مواضع مختلف امنیتی اطلاعاتی با شما مردم هستن، پلیس، سپاه، خیلی با شما هستن. شما باید خودتون نشون بدین، بعد ببینید اونها از شما حمایت میکنن. همون اینگامه‌ای که جنگ و دعوا و درگیری تو خیابون بود مگه یادتون رفته؟ پلیس میزد، میگفت ولش کن، 10 تا فیلمشو شایلشون دادم. الان هم شما وقتی یک کرخری که وای میستی یک جایی میگه خانم چادر تو سرت کن، خانم فلان سرت کن، خواهد سوار بشید بگیرید یقه‌شو بندازین زیر دست پا لهش کنید، پلیس از شما پشتیبانی میکنه. من به شما قول میدم این مهدی نصیری ببینید چجور فاضلاب میزه رو سر کله. تاریخ اسلام حکمرانی پیامبر و حکمرانی امیرالمؤمنین با هیچ موردی مواجه نیستیم که کسی را به خاطر بی‌حجابی یا به خاطر شلحجابی مجازات کرده باشه. هیچ سند تاریخی نداریم. یعنی شلحجابی بوده، بعضاً بی‌حجابی بوده. اما گفتن برجام زهر یا طلاست. خب من معتقدم برای مردم طلاست، ولی برای مقامات تا اینجا که تحریم طلا بوده و برای البته جام زهر. یک مسئله بسیار مهمی که امروز باید بهش یادآوری بکنم، این جریان دولت موقتی است که اعلام شد و شخصیت‌های برجسته درش بودن که یک تعدادشون با هم همراه شدن. بعد الان شاهزاده رضا پهلوی رو پرنس رضا رو دارن اذیتش میکنن. اذیت کردن پرنس رضا همون خواسته های اهریمنی است که میخواد تفرقه بیافرینه تا جنبش رو از هم بپاشونه. این تفرقه انداختن و جنبش را از هم پاشوندن توسط هر کسی که صورت بگیره خیانت به ملت ایران و به خون شهدای این از سپتامبر تا به امروز. بدین رو اولا من میخوام اینجا قاطع بگم که شخصیتی مثل امیر طاهری یکی از گنجینه‌های تاریخی ماست. امیر طاهری به چند زبان صحبت میکنه و یک ژورنالیست برجسته، نه تنها برای ایرانی، نه تنها برای جهان عرب، برای دنیاست. ایشون وجودش هر جا باشه باعث افتخاره. افتخار میکنیم هر جا که امیر طاهری باشه. بدین ترتیب خود امیر طاهری یک حزبه، خود امیر طاهری یک اندیشه قوی است. کسی جرئت نداره امیر طاهری رو سانسورش کنه. امیر طاهری، شاهین نجفی، خواننده است که جرأت و شجاعت و گستاخی رو که داشت مثل بقیه افشین فروتن، مثل گروه بالگرد، مثل خیلی از بچه‌های دیگه، مثل داریوش که اومده اخیراً هم ترانه‌ای خیلی خوبی خونده، بیگانه در این حال است. شاهین نجفی یکی از قدرتمندترین آوازخوانان نوین و انقلابی و خردگرا و ضد دین تازی بوده است. وجودش هر جایی باعث افتخار. بدین رو من میخوام اینو بگم، ما هر کی رو ببریم بالا همونجا پایینش میریم. بالا بردن آسان، زمین زدن آسان. بعضی وقت میرن بالا نمیفهمه از کجا رفته بالا، نمیفهمه، فکر کنی خودش رفته بالا مثلا نه. اگر رعایت امور نشه میفتید پایین. با افتادن پایین شما انقلاب